درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و با معرفت. بعد از لغو بازی تیم ملی ایران با کانادا، حواشی زیادی به وجود اومد. حامد اسماعیلی، اون سخنگوی بازمانده های هواپیمای اوکراینی، همه کار کرد تا این بازی برگزار نشه، چون معتقد بود اهداف سیاسی پشت این بازی وجود داره. آخرش هم مشخص نشد که اون 50 و چند نفری که درخواست ویزا داده بودن چه کسانی بودن و برای چی میخواستن با تیم ملی به کانادا سفر کنن. قبل از لغو بازی حمید استیلی گفت که اگه ما بازی رو لغو کنیم باید به کانادا غرامت پرداخت کنیم. فدراسیون فوتبال کانادا رسما اعلام کرد که این بازی از طرف اونها کنسل شده و به همین دلیل همه منتظر بودیم تا فدراسیون بتونه برای لغو این بازی از کانادا غرامت دریافت کنه. البته بعد از لغو بازی اقدامات لازم برای شکایت فدراسیون فوتبال ایران از کانادا صورت گرفت و حالا پاسخ کانادایی ها به فیفا خیلی جالب بوده. اونا اعلام کردند که با توجه به اینکه یکی از مفاد محرمانه قرارداد لو رفته، تصمیم گرفتن این بازی رو لغو کنن. در واقع ظاهرا فدراسیون این وسط دوباره یک گاف خیلی بزرگ داده و با همین گاف یه توجیه خیلی منطقی به فدراسیون کانادا برای لغو بازی داده. کانادایی ها در نامه‌ای به فیفا مدعی شدند که بعضی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردن از برگزاری این مسابقه $400,000 درآمد کسب می‌کنند. این کار با توجه به مفاد قرارداد غیر قانونی بوده. البته فدراسیون هم در جواب این ادعای کانادایی ها یه نامه به فیفا نوشته که فکر نمی کنم خیلی موثر باشه، چون ظاهراً اول این فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بوده که قرارداد رو زیر پا گذاشته. فدراسیون فوتبال مصاحبه رئیس و چند نفر دیگه از مسئولان فدراسیون فوتبال کانادا رو برای فیفا ارسال کرده که توی اون مصاحبه ها صریحاً از نقش مسائل ژئوپلیتیک برای لغو مصاحبه صحبت کردن. باید منتظر باشیم و ببینیم در نهایت پرونده این بازی دوستانه که باعث شد مهمترین فیفا دی قبل از جام جهانی از دستمون بره به کجا میرسه. زهرا جودکی یکی از بااستعدادترین قهرمانان تکواندو محسوب میشه که فعالیت نسبتاً زیادی توی فضای مجازی داره. این قهرمان تکواندو کشورمون یه ویدیو از پینگ پونگ بازی کردنش توی پارک منتشر کرده که حسابی توی فضای مجازی وایرال شده. لحظاتی پیش کیان رشیدی، کودک 6 ساله لرستانی، با لیفت وزنی 95 کیلوگرمی موفق به ثبت رکورد قوی ترین کودک جهان شد. کیان موفق شده در حضور بنیانگذار و رئیس سازمان جهانی ثبت رکوردهای ورزشی جهان ایمارو لیفت وزنی 95 کیلوگرمی رو ثبت کنه. قبل از اینکه ویدیو رو براتون پخش کنم یه بار دیگه تاکید میکنم که کیان فقط 6 سالشه. به نظر من که خیلی هم به خاطر بلند کردن این وزنه اذیت نشد. فکر میکنم کیان میتونه یکی از نابترین استعدادهای رشته وزنه برداری باشه و اگه بهش رسیدگی بشه میتونه حسابی برامون افتخار آفرینی کنه. دیروز اولین جلسه تمرین پرسپولیس کهکشانی توی ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد. یکی از نکات جالب این تمرین درخشش تازه واردهای پرسپولیس توی این تمرین بود. توی این تمرین یه بازی درون تیمی برگزار شد که اسماعیلی فر و سعید صادقی ستاره های این بازی بودن. سعید صادقی حتی روی یه صحنه با ضربه قیچی برگردون موفق به گلزنی شد. گلی که با تشویق شدید همتیمی‌هاش همراه بود و مژده حضور یه ستاره درخشان در خط هافک این تیم رو به هوا داند. محمد جواد پاینده، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال، در مصاحبه با یکی از برنامه‌های صدا و سیما اخبار جدیدی رو از وضعیت تیم ملی منتشر کرد. پاینده درباره دلیل رفتن اسکوچیچ به تمرین تیم دینامو زاگرب کرواسی، وضعیت دو بازی دوستانه تیم ملی در اردوی اتریش و مسائل مهم دیگه ای صحبت کرد که دعوت میکنم تماشا کنید. پاینده یه توضیح بفرمایید که اردوی تیم ملی در اتریش قطعی شده، بازی اوروگوئه قطعی شده و آیا قرار هست بازی دومی هم داشته باشیم یا نه؟ عرض کنم خدمت شما که فدراسیون فوتبال از در واقع فیفا دی گذشته در همون مقطع در واقع کار خودش رو برای برنامه ریزی فیفا دی بعدی که بسیار مهم هست و امکان برگزاری دو تا بازی صدر کتری رو خواهیم داشت آغاز کرد.
رایزنی های بسیار خوبی انجام شد، هم جهت انتخاب کشور میزبان برای برگزاری بازی های مورد نظر و هم حریفان مورد نظر به خاطر محدودیتی که وجود داشت. ما با وجود موافقت های اولیه و در واقع نتایج خوبی که در این مذاکرات حاصل شده فعلا چیزی رو به صورت رسمی اعلام نکردیم. چون آقای آلونسو هم دیشب، آقای آلونسو رئیس فدراسیون اروگوئه دیروز به صورت رسمی اعلام کردن که قرار هست با تیم ملی ایران بازی کنیم. بله ایشون، من عرض کردم اون تاییدیه اولیه در واقع همین بوده که موافقت اولیه رو دریافت کردیم، ولی برای ما قطعیت به موضوع زمانی که انشاءالا قرارداد به امضا برسه قطعا برای دو بازی هست. اولویتمون اتریش و حالا یکیت کشور اروپایی دیگه هم هست، در همین مسیر داریم پیش میریم. انشاءالله به مرحله انعقاد قرارداد که برسه ما به صورت رسمی اعلام کنیم. ما بیش از همه رسانه‌های داخلی و خارجی خودمون علاقمندیم که خبر رو خیلی زودتر اعلام کنیم و مردم و علاقمندان به تیم ملی رو خوشحال کنیم. اما خب تا زمانی که قطعیت و رسمیت پیدا نکرده این اقدام از جانب دوستان به صورت رسمی انجام نمیشه. آقای پاینده، یه ترسی در صحبتاتون احساس می‌کنم، و به این جهت که بعد از لغو بازی کانادا به نظر میرسه که حالا فدراسیون خیلی نگرانه که مبادا حالا خبری در مورد اردوها یا بازی‌ها اعلام کنه و خدای نکرده اونها هم لغو شه. درسته؟ نه، من خیلی حقیقتش جان من خیلی موافق نیستم با این بخش، به این دلیل که دقیقاً در موضوع بازی با کانادا و حتی بازی با الجزایر ما زمانی اعلام کردیم که قرارداد رو امضا کردیم. حتی خود بازی کانادا هم زمانی اعلام کردیم که خب خیلی قبل از اون تاییدهای اولیه رو گرفته بودیم، چیزی اعلام نکردیم تا زمانی که قرارداد رسما اعلام امضا شد و بعد این اردو رو در واقع اعلام کردیم. الانم فکر می‌کنم رویکرد حرفه‌ایه، تلاش می‌کنیم که ان شاءالله قرارداد منعقد بشه بعدش بتونیم اظهار نظر سریع داشته باشیم. ضمن اینکه یکی از دلایلش همونطور که قبلا هم گفته بودم خدمتت این است که واقعا مشکل ساز میشه مطرح کردن نام حریفان. حالا الان پیشرفت خوبی داشته کار در مورد اردوی شهری و ولی به طور کلی در اردوی قبلی هم این مسئله خیلی برای فدراسیون مشکل ساز شد. نام هر کشوری که میومد ما واسطه هایی رو میدیدیم که وارد در واقع ماجرا میشن، درخواست می‌کنن اجازه بدید ما این کار رو انجام بدیم و این خیلی کار رو دچار مشکلات جانبی میکنه. بله آقای پاینده، من دو تا سوالم دارم اگه میشه خیلی خیلی کوتاه جواب بدین. یکی اینکه اردوی تیم ملی مشخص شد 20 شهریور گفتن قرار هست آغاز شه، یعنی میشه 8 روز قبل از فیفا دی که در واقع 28م هست. درسته 20 شهریور تیم ملی اردوشو آغاز میکنه؟ این درخواست آقای اسکوچی سرمربی تیم ملی است که حداقل یک هفته یا 8 سال قبل از آغاز فیفا دی اردو رو داشته باشن و اون فرصت رو در واقع داشته باشن که بازیکن‌ها رو زیر نظر بگیرن. در این حال با وجود محدودیت‌هایی هست که تعداد لژیونرها طبیعتاً بعد از ابتدای فیفا دی اضافه بشن به اردو، این موضوع مطرح شده و در حال برنامه‌ریزی هست چه بشه. بله آقای اسکوچیش الان کجا هستن آقای پاینده؟ ایشون در کرواسی هستن، البته در ارتباط و تماس هستن با فدراسیون فوتبال. فکر کنم هفته گذشته بود در تمرین در اردو تیم دینامو زاگرب کرواسی حضور پیدا کردن، با سرمربی تیم صادق محرمی گفتگو داشتن و در واقع شرایط لژیونر فوتبال کشورمون رو مورد بررسی قرار دادن. در تماس هستم تا انشالله حالا فکر میکنم در مرداد ماه به ایران برگردم. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از اون رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران جهان قرار بدم.